بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان ملل خواستار قطع همه درگیری های نظامی در سرتاسر جهان در هنگام برگزاری المپیک 2024 شد. این قطعنامه که با 118 رأی موافق بدون رأی مخالف تصویب شد، از کشورهای عضو می خواهد که آتش بس المپیک را به صورت فردی و جمعی از 7 روز قبل از شروع بازی ها در تابستان آینده تا 7 روز پس از بازی های پارالمپیک که در پاریس برگزار می شود رعایت کنند. این قطعنامه که توسط فرانسه تهیه شده است، همچنین خواستار همکاری برای اجرای جمعی از ارزش‌های آتش‌بس المپیک در سراسر جهان شده است. خبری از افغانستان. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که شمار بازگشت کنندگان افغانستان از 200 نفر به 17000 نفر در روز افزایش یافته است. به گفته این سازمان، با بحران بشری کنونی در افغانستان، این مهاجران با آینده‌ای مبهم و نامطمئن روبرو‌اند. این سازمان تأکید دارد افرادی که به افغانستان می‌آیند بسیار آسیب پذیر هستند و به حمایت فوری در مرزها و همچنین در دراز مدت در مناطق بازگشت نیاز دارند. طبق آخرین آمار سازمان بین المللی مهاجرت، نزدیک به 400000 مهاجر از پاکستان وارد افغانستان شدند. بنا به اعلام سازمان زمینشناسی آمریکا، زمین لرزه‌ای به قدرت 6 ریشتر در منطقه توبلو در جزایر هالمهارا در شرق اندونزی به وقوع پیوست. این زلزله در عمق 119 کیلومتری زمین رخ داد و هنوز گزارشی پیرامون خسارات احتمالی آن منتشر نشده است. سازمان هواشناسی اندونزی اعلام کرد که خطر سونامی وجود ندارد، ولی نسبت به پس لرزه های احتمالی هشدار داد. و خبری از سوئد. دولت راستگرای اقلیت نخست وزیر اولف کریستنسون یک سال پیش با حمایت راست افراطی دموکرات ها استی به قدرت رسید و قول داد که مهاجرت و جنایت را سرکوب کند. در همین راستا وزیر مهاجرت سوئد در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت پیش شرط ادغام موفق مهاجران در جامعه ما این است که افرادی که می‌خواهند در سوئد زندگی کنند به هنجارهای اولیه پایبند باشند و به شیوهی صادقانه و با رفتار خوب زندگی کنند. پس از گذشت 2 ماه از سیلاب‌های ویرانگر در شرق لیبی که باعث کشته شدن و ناپدید شدن هزاران نفر شد، مردم از آسیب‌های روانی رنج می‌برند و از واکنش دولت در این راستا انتقاد می‌کنند. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، نزدیک به 4400 نفر کشته و حداقل 8000 نفر دیگر مفقود شدند و بیشتر از 43000 نفر از خانه‌هایشان آواره شدند. هم‌اکنون اجساد قربانیان تا فاصله 80 کیلومتری دورتر از ساحل پیدا می‌شود و بسیاری از نجات یافتگان هنوز در شوک به سر می‌برند و فرصتی برای سوگواری ندارند. و ما خبر آخر. دانشمندان به رهبری یورگن کنایر از دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا با استفاده از مدل‌سازی اکولوژیکی واقع‌گرایانه دریافتند که پوشش گیاهی کره زمین در واقع می‌تواند حدود 20% بیشتر از کربنی دی اکسیدی را که انسان به جو پمپاژ کرده جذب کند و این کار تا پایان قرن حاضر ادامه خواهد داشت. کنایر میگوید آنچه ما دریافتیم این است که یک مدل آب و هوایی تثبیت شده که برای ارزیابی‌های آب و هوای جهانی توسط نهادهای مانند IPCC، هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی، استفاده می‌شود، زمانی که برای توضیح تأثیر برخی از فرایندهای فیزیولوژیکی و حیاتی که بر نحوه انجام فتوسنتز گیاهان توسط گیاهان نظارت می‌کنند بست داده شود، جذب کربن قوی‌تر و پایدارتری را تا پایان قرن 21 پیش‌بینی می‌کنند.